من الان سوالم اینه که آقا بسم الله همین فردا میگن آقا زور بختتنه فردا امام زمان تعجل الله تشریف آوردن خب شما چیکاره ماجرایی چیکار هستنی الان مثلا چیکار میخوای بکنی زندگی شما نسبت مثلا به سال گذشته چه فرقی کرده چه آمادگی در خودت به وجود آوردی چند تا آدمو پرورش دادیم که حالا دم از حکومت امام زمان میزنیم در همین آقا هر کسی به اندازه خودش میگه آقا بسم الله فردا آقا آمده 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 بسم الله پاشو برو نمیدونم فلان منطقه نه تو آفریقا برو باشون مدیریت کن چی بلدیم چهار نفر نداریم تو این مملکت به زبان یک میلیارد و هشتاد میلیون آدم چینی یعنی تسلط داشته باشه نداریم حرفم چی قرضم چی جنبندی بکنم این حرفو این که آقا جون به لاف نیست حکومت امام زمان به حرف نیست بابا بسم الله بابت اون آدما بسم من میخوام برم بجنگم خب بابا یه اسلحه قبلش یه آموزش ببینم ما حواسم باید به این باشه که به جای بشینیم حرف بزنیم، حرافی کنیم، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم یه آمادگی هایی رو در خودم به وجود بیاریم. آقا من میام به خودم چی میگم؟ میگم آقا من رایفی پور موظفم برای برای این شیعه خانه امام زمان برای این مملکت، اینجا این معضل این مسئله به وجود اومده. من کار خودم انجام میدم. وظیفه من چیه؟ وظیفه من اینه که نمیدونم خدمت اینجا الان یه خلأ وجود داره بسم الله. میام این رو انجام میدم. یه کسی دیگه بیاد نمیام. نمیام بعد میام به شما بگم حکومت امام زمان شوخی با این جوری امام زمان همچین کارگزارانش رو همچین میچلونه روایت رو بخونید اینا رو هم بخونید این بخش این بخشاشو نمیخونن فقط اون بخشی که آقا بیماری ها از بین میره و همه چی هلو به پر تو گلو و ایناشو دوست دارن طرف به امام صادق عرض داشت که آقا چقدر خوب میشد شما آقا غریب به مزون از شما قائم میشدید و عجب به قولی حالی میداد حضرت فرمود اون موقع که دیگه بلن نخوش که میخوردیم و به قولی شب تا صبح بعد برنامه ریزی میکردیم صبح هم تا شب کار میکردیم خب گوه ولش کن آقا نخواستیم دست شما در نکنم چقدر خوب الان خب